محفل ما شور و صفایی نبود، بر دل ما به خدا عقده گشایی نبود. ای سرا پا همه دیدن به جز از دیدن تو، درد هجران تو را هیچ دوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل یوسف زهرا يا ابن الزهراء الأجل يوسف زهراء الأجل يا ابن الزهراء الأجل يوسف زهراء الأجل يا ابن الزهراء الأجل يوسف زهراء الأجل یوسف فاطمه بازای که بی حسن رخت، بزم تاریک مرا نور و ضیایی نبود. ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز، گر بیایی تو در این ده گدایی نبود. از غم فاطمه بی تو همه جا بزم عزاست، چون تو آیی همه شادن دو عزایی نبود. گر بگیری عدو داد دل فاطمه را، شیعه را بهتر از این لطف و عطایی نبود. یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا الاجل یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا الاجل یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا الاجل یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا الاجل. طالب خون خدایی و خدا یاور توست، غیر تو منتقم کرب و بلایی نبود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، از اینکه خدا توفیق داد در این لحظه محضر شما حاضر بشیم و مراسمی رو تحت عنوان تحویل سال نو در خدمت شما باشیم. از کربلای معلا به طور زنده و مستقیم خدا رو شاکر هستم و بابت این نعمتی که به ما ارزانی داشت، تا بتونیم ابراز ارادت بکنیم محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله و اربابمون حضرت سید الشهدا و شما مردم خوب ولایی و بیننده همیشگی شبکه جان امام حسین، واقعا خدا رو شاکر هستم از اینکه در خدمت شما ایم و شما رو در جمع خودمون احساس میکنیم، در پوست خودمون نمی گنجیم و الهی هر جا هستی تحت توجه حضرت ولی عصر باشید، در صحت و سلامت و دین و جسم و جان به سر ببرید. یک سال با تمام سختی‌هاش
تمام لذایذش بر ما گذشت و دقایقی یا کمتر از ساعتی به تحویل سال نو نمانده. سال وقتی نو میشه، مردم به نوعی خودش یک تحولی رو در وجود انسان ایجاد میکنه و دوباره متولد میشه، هم طبیعت هم وجود انسان. میتوانه از گذشته خودش بنا به فرمایش آقا امیرالمؤمنین عبرت بگیره و در زمان آینده از اون عبرت‌هاش استفاده بکنه تا دوباره متحمل ضرر نشه. اگر خدای ناکرده که در جمع ما و شما بینندگان محترممون نداریم از این گونه افراد، اما اگر در سالی که بر او گذشته کسی گناهی کرده، میتونه الان استارت خوبی باشه، توبه کنه و خودش رو برسونه به سالی که دلها برای او به عنوان سال حضرت زهرا، با تجربه اینکه چند فاطمیه در اون داریم، خودش رو به این سال برسونه و خودش رو به تعبیری به در خونه خیر، به در خونه رحمت، به در خونه برکت، یعنی خانه بیوی دالم فاطمی زهرا برسانه و پاک و منزه بشه، یک تولد دوباره برای خودش رقم بزنه و پرونده جدیدی رو برای خودش در سال نو آغاز بکنه. خب اینها صحبت‌های مقدماتی بود که شاید بعضی‌ها ندونن این برنامه برای چی الان داره شروع میشه و به طور زنده و مستقیم از کربلا داره پخش میشه. این مقدمه رو عرض کردم که بدانیم این برنامه سرزمین عشق منهای بحث خدمت شما عرضم کارشناسی قرار امروز رو با هم باشیم یک ساعت 45 دقیقه رو تا انشالله سال تحویل بشه و با نام و ذکر و یاد اهل بیت و خصوصا دعا برای تعجیل در فرج امام زمان و دعای سلامتی ایشون و ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها که مادرانه برای ما هم دعا بکنن انشالله سال خوشی رو رقم بزنن. برام خدمت شما عرضم که اول این رو بگم خدمتشون، ما در این برنامه مهمانهای متعددی داریم از مادهین و دوستان محب اهل بیت در برنامه‌مون دعوت شده و حضور به هم میرسونن یکی دیگه پس از دیگری و انشالله از منظرشون استفاده خواهیم کرد. سعی میکنیم یک برنامه مناسب و در خور شأن اهل بیت رو البته ارائه بکنیم. نکته دوم، راه ارتباطی شبکه ما رو همه بلدند، اما دوباره من اعلام میکنم 3085 برای دوستانی که میخوان پیامک بفرستن و یک کسانی که میخواهند تلفن به ما بزنن و پیام صوتی به قول معروف برای ما داشته باشن، میتونن با شماره 201-50-55-10-10-48 تماس برقرار بکنن. تبریکاتشون، درد و دلهاشون در این لحظه با آقا سید الشهدا و یا ذوات مقدسه دیگر مطرح بکنن و ما انشاءالله پلی میشویم برای ارتباط بین مردم و آقا و مولام حضرت ابا عبدالله. این نکته رو هم بگم، اگر دوستان مایل هستن میتوانن پیامک های خودشون رو با نام خودشون و با استان یا شهرستانی که در اون سکونت دارن رو برای ما بفرستن و ما انشاءالله بخونیم ببینیم از کجاها خلاصه با آقا ارتباط برقرار میکنن. اگر که اشتباه نکنم با توجه به اینکه ساعت 14:01 سال تحویل هست به وقت کربلای ما، الان یه چیز حدود 20 دقیقه تا سال تحویل باقی مونده، خودتون رو مهیا بکنید. اگر سفره چیدید با توجه به عشق و اون علاقه‌ای که دارید و حالا چیزهایی که در بین خودمون هست، یا دور هم بنشینید دست در دست هم بدید، این لحظات به تعبیر لحظات حساسی است. دعا در حق هم دیگر فراموش نکنیم، خصوصا برای فرج امام زمان. اجازه بدید یک رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم. خوب این میان برنامه رو دقت بکنید، چون بعد از اون یک دیداری، یک کلامی و یک حرکتی با این میان برنامه داریم. با هم همراه میشیم و در خدمت شما دوستان خواهیم بود به انضمام مهمانانی که به ما ملحق خواهند شد. یا علی هر لحظه خبر می آیم ایام ظفر می آیم
یارم ز سفر می آیم، دل دادم و چشم انتظارم رفته ز کف صبر و قرارم. یبن الحسن بگو کجایی، ما قصر و ساق دریایی، ما بنده و سایه مولایی. تو گم شده اهل البیت، تو آرزوی زهرایی. چشم علی بر ذوالفقارم، زهرا بود چشم انتظارم. یا ابن الحسن بگو کجایی، مظلومی حیدر ساکن، تنهای مادر ساکن، جای سم اسب و بر پیکر بی سر ساکن. تا کی سر شاه شهید خاند به نوکن ایز برا، یبن الحسن بگو کجایی. چشم علی بر ذوالفقارم، زهرا بود چشم انتظارم. یبن الحسن بگو. خب عرض سلام و ادب دوباره دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین. با ویژه برنامه تحویل سال نو، سال 1392 هستیم. اینجا در عراق ما گاهن با تاریخ میلادی در گیریم، لذا این اشتباه کلامی بنده از این جهته. سال 1392 رو انشاءالله تا دقایق دیگر تحویل خواهیم کرد و نو میشه سال بر ما، و امیدواریم که پرونده و دفتر جدیدی رو افتتاح بکنیم و انشاءالله سالی پر از خیر و برکت رو برامون خداوند و اهل بیت رقم بزنن. ما پیشا پیش سال رو به نام حضرت زهرا که به قول معروف دو فاطمیه رو در سال داریم اینجوری نامگذاری میکنیم تا به این بهانه بیشتر بتونیم اتصال به بی بی دو عالم فاطمه پیدا بکنیم. از این طریق خدمت شما عرضم که الان یک میان برنامه و کلیپی رو با هم گوش کردیم. با صدای ایشون بارها از طریق شبکه جهانی امام حسین صفا کردید، با صدایی که از طریق این کلیپ شنیدید و قطعاً چشماتون بارونی شد و کلی هم سیم دلتون وحش شد. این صدا رو در تیتراژ داریم که به نام آقای محبی حک میشه نامش. ایشان الان در کنار بنده هستن، عرض سلام و ادب دارن. این شما و اون هم بینندگان ما. عرض سلام و تبریک سال جدید
خدمت همه بینندگان شبکه جهانی امام حسین و به تعبیری هم عرض تسلیت پیشاپیش به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به همه شیعیان جهان. آقا ممنونم از این که در خدمت شما هستیم، خوشحالیم. الله مردم با صوت شما و با صدای شما، حالا تحت عنوان کلیپ هایی که شبکه پخش میکنه، خیلی صفا کردن و رضایت دارن. ممنونیم از این که تونستیم الان هم در خدمت شما باشیم. خدا رو بابت این نعمت شاکریم. خدمت شما عرضم که حرف شما، نظر شما در این دقایق آخر سال با بینندگان ما چیه؟ یک سال برشون گذشته، به نوعی یک پرونده ای رو دارن میبندند، یک پرونده جدیدی رو دارن باز میکنند. فاطمیه هم نزدیکه، این مراسم هم برای خیلی ها اهمیت خودش رو داره. مخلوط کردن این مجموعه یک جوری که حرمت اهل بیت، چون آقا رسول الله فرمودن وای بر کسی که حرمت فاطمه رو بشکنه. حالا شما به عنوان یه نوکر آسید شهدا، کسی که در آستان حسینی داره خدمت میکنه تحت عنوان مدا و خدمت شما عرضم نوکری و این مدال به گردنش هست، شما اگر قرار باشه پیشنهاد نصیحتی به بینندگانی که الان با ما همراه هستن بدید، اونم تو این لحظات با نفسا، چه میگویید؟ با این اجازه بدین من تمام فرمایش شما را در یه روایی تقدیم کنم. ما در کرم فاطمه تردید نداریم، جز او به کسی دیده امید نداریم. از روز ازل دیده ما وقف غم اوست، امسال به احترام او عید نداریم. دست شما در نکنش. هدیه شما از ایران تشریف آوردین اینجا، قطعا الان بینندگان ما منتظرن یک هدیه بهشون بدید. این تقارن عید رو با ایام فاطمیه اگر بخواید در قالب همون کلام ماندگار که یعنی شعره به مردم ارائه بکنی، چه میگویید به مردم؟ حالا این شعر رو که برای ما گفتین قراره براتون بخونم رو هدیه کنید به مردم و به قول معروف هر دم استفاده. من هم به عنوان هدیه من اینو تقدیم میکنم به مناسبت ایام نوروز و تقارن با دهه فاطمیه از استاد گرانقدر، شاعر خوب اهل بیت، نوازهای سازگار که تازه به دستم رسید اینجا در کربلا، اجازه بدین که من تقدیم کنم. استفاده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوروز مانند شب تار است، یارا چشم بهار از گریه خونبار است، یارا جایی که عشق مصطفی از دیده جاری گل هم به چشم دوستان خار است، یارا تبریک در ماه غم زهرا حرام مهدی از این تبریک بیزار است، یارا
معرفت باشیم اگر تبریک گوییم، وقتی که پیغمبر عزادار است یارا. راه گلستان را به روی دل ببندی، زهرا میان در و دیوار است یارا. راه گلستان را به روی دل ببندی، زهرا میان در با دیوار است یارا. زهراست بر ما مادر و باید بدانی، مادر به ما در هش غم خور است یارا. بلبل شده در بوستان هم ناله با گل، گلزار تر از گل به گلزار است یارا. روزی که از فرزن مادر می گریزد، زهرا برای شیعان یار است یارا. دریایی از خون جاری از چشم تر ماست، نوروز ایام عزای مادر ماست. و این یک ربایی: در دلم جلال ما زهرا، رمز تغییر حال ما زهراست. اید با فاطمیه می آید، ذکر تحویل سال ما زهراست. خدا خیرتون بده، ممنون و متشکریم. به هر حال این هم شعری بود که به طور زنده برای شما جناب آقای محبی اجرا کردم. اجازه بدید یه رفت و برگشت داشته باشیم، یک مهمان گرانقدر دیگر به مجموعه ما اضافه خواهند شد. خیلی هم زمان تا تحویل سال نداریم، هر کجا هستید همه روبروی این پنجره‌ای که روبه بهشت باز میشه، روبروی این پنجره‌ای بنشینید که داره شما رو به سرزمین عشق دعوت میکنه. دست در دست هم بدیم و برای آقامون دعا بکنیم. اتاق فرمان میام مرمر رو داشته باشیم تا مهمانمون به ما اضافه بشه. قلب القلوب والأرض.
الأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا إلى يا علی مالک ملک دلی نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی یا علی مالک ملک رافع همش یا علی یا مولا ای نگار آقا ای نگار زهرا یا حیدر یا مرتضا یا خاتم نگین قبله اهل یقین ذکر هر مومن بود ای به خاتم نگین خاتم نگین قبله اهل مولا مومن بود چی؟ یا امیر نین یا علی یا مولا علی علی یا علی یا ای نگار زهرا یا حیدر مولا یا خدمت شما دوباره عرض ارادت و ادب و احترام دارم. الحمدلله تو این فاصله مهمان عزیزم جناب آقای مهرپرور به جمع ما اضافه شدن که خیر مقدم هم عرض میکنم منظر ایشون و عرض خوش آمد گویم. دوستان بیننده‌ای که با ما همراه هستن و به الان وقتشون و چشمانشون رو به شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دادن، فکر میکنم به وقت کربلای معلا قبلتر از یک دقیقه وقت داره. تو این لحظات همه به این فکر میکنن که سال خوبی رو خدا براشون رقم بزنه و دست به دعا برمیدارن. از جناب آقای محبی یا جناب آقای مهرپرور هر کدوم سلام میدونن شروع بکنیم دعای تحویل رو و انشاءالله در این زمزمه باشیم و این ذکر انشاءالله سال تحویل بشه و سال خوبی رقم بخوره برای همه ما انشاءالله. امیدوارم. چشم. یا بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا
الى احسن الحال. حمل حالنا الى احسن الحال. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا سال تحویل شد، خدا خیرتون بده، سلامت باشین انشاءالله به خیر و خوشی و اونجوری که بی بی دعالم برای ما بچه های خودش مادرانه دعا میکنه انشاءالله برای ما هم انشاءالله. دعا بکنه سالی پر از خیر و برکت داشته باشیم. بر شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین هم عرض میکنم که مبارک و میمون باشه و انشاءالله همیشه، دیدین الان یک لحظه پرچم روی سر ما بود، انشاءالله همیشه زیر چتر حمایتی اهل بیت قرار بگیرید. آقا مبارک انشاءالله، هرچند ما فاطمیه رو در پیش داریم و یا به نوعی با در فاطمیه گذاشتیم، خیلی قرار نیست تبریکاتمون رو مثل سالهای گذشته داشته باشیم، اما به هر حال این نو شدن رو تبریک میگیم و انشاءالله عرض کردم قبل از حضور شما در استودیو به مردم، یک پرونده جدیدی رو برای ما باز کردن. این استارتیست برای متولد شدن دوباره و انشاءالله سال خوبی رقم بزنیم، اون لوحمون رو هم انشاءالله پاک بکنیم از سیان. اجازه بدیم برگردیم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان با ما همراه باشید.